בשם השם נעשה ונצליח, תורה סיבלון ומשה מורשה קהילת יעקב, בעזרת השם יתברך, ילקוט יוסף דו, صفحه 657 فصل 240 شماره کاف زین میفرماید که متعلق رو لیبنو هاشم آویب شنیفتار مجازه که صدا بزنه به فرزندش به اسم پدرش که فوت کرده، حتی اگر اون اسم مثل اسم پدر زنشه که زنده باشه، یعنی پدر زنه زنده است، پدر شوهر فوت کرده، حالا اسم پدر زنه پدر شوهره مثل اسم پدر زن است و این در این سختگیری نیست و نیز اگر زنش هم مخالفت میکنه با این ترسی نیست. حالا شلون بیتش هم به هم نزنه، خب برا مشورت کنه، یه کاری هم نکنه که خانومش ناراحت بشه. ما اینو در نظر داشته باشیم، این زن بوده که زحمت کشیده و بچه رو به دنیا آورده، حالا تو یه کاری نکن که بینتون مخلوقت بیفته. تو همیشه هر موقع اسمه این بچه میزنه، استداش میزنه، میگه آ دیدی تو برای من دعوا کردی، گفتم اسمش این نزا گذاشتی به خاطر فلان به خاطر بیسار، من ناراحتم. یه کاری بکنه که عاقلانه باشه، منطقی باشه، با یه راوی که وارد هست حتما مشورت کنه و حتما صحبت کنه که خدای نکرده باعث مشکلات و مخلوقت نشه. ادامه میدیم. رب و تشماره کاف خط پیرقابود میگه مربع اسا مربع تبونا، کسی که زیاد مشورت میکنه از چندین نفر عقلش درکش زیاد میشه، دیدگاه مختلف رو متوجه میشه و بعد دیگه دوچار پشیمونی نمیشه. اسم یه بچه‌ای که یه چیزی گذاشتن دیگه تغییر دادنش بسیار سخت و مشکله. پس بنابراین قبل از اینکه زمان میلاد فرا برسه با خانمش هماهنگی کنه، هم فکری کنه، با دوتا متخصص هم ربانی صحبت کنه که انشاءالله انتخاب خوبی داشته باشه. شماره کافخت میشه خالا و سیفولو شم، کسی که دور از همه بیمار شد و براش اسم اضافه کردن. این سوال خیلی هست دور اسرائیل اتفاقا پیش نیاد هیچ وقت. بعد از اینکه خوب شد و در سلامتیش موند 30 روز بایستی صدا بزنن به دو اسم و بعد از 120 سال بعد فوتش باید صدا بزنن یا بنویسن، باید صدا بزنن بر روی اون مسوا سنگ قبر دو اسم. و همینطور اشکابا که میخونن و لیمود سدر میشنایوت بعد از میشنا اسمش میارن، یا تعلیم میخونن به اسمش، تعلیم میخونن به اسمش، یعنی فصل 119 مثلا اسمش مشه بوده، میمش میخونن، شینش میخونن، هش میخونن، مشه خیم هم گذاشتن، خیم هم میخونن باش. پس یکی میگه اسمش میخونن تو تعلیم، یعنی تعلیم به اسمش میخونن، یعنی صفحه 100 و تعلیم 119. حالا پس کدوم اسم در نظر بگیرم؟ اسمی که جدیده، دو اسمیه. توضیح میدیم. میفرماید که اگر خدایی نکرده یه نفر مریض شد، اومدن با ربانی مشورت کردن، فرمودن که اسمی به اسمش اضافه کنن، مثلا خیم، مثلا شالوم. اسمش مشه بود، شد مشه خیم، اسمش کردن مشه خیم، 30 روزم زنده بود. الان اسمشون دیگه مشه نیست، مشه خیمه. اگه بعد از 120 سال فوت کرد اسمش مشه خیمه، رو سنگ قبرش مشه خیم، اشکابا مشه خیم، میشنا میخونن مشه خیم، تلیم مشه خیم. حالا اگر که مریض شد خدایی نکرده و اضافه کردن بهش اسم و فوت کرد از او بیماری، این نیست که بگیم 100% موثره. 100% هر که اسمش مش است، مثلا خیم، مش خیم کردن، مش شالوم کردن اسمش دیگه ای، 100% خوب میشه؟ چی خدا بخواد، ما وظیفمون انجام میدیم دیگه، رضا به رضای عقل و شمار خود، انشاءالله سلامتی کامل برای همه بیماران باشه. اگر خدایی نکرده به اسم اضافه کردن و فوت کرد از اون بیماری، لازم نیست که بر سنگ قبرش اسمی که اضافه کردن بنویسن. اشکاوا همینطور، و لازم نیست اضافه کنن اون اسمی که اضافه کردن بهش. پس اگر اسمش مشه بود گذاشتن مشه خیم، ولی دیگه مشیت عقودش بار خوبی بود، فوت کرد اسمش چیه؟ مشه. مشه خیم نیست دیگه، اشکاوا و روسنگ قبرم مشه می‌نویسن. ولی اگر 30 روز موند، این دیگه خزاقا گرفته، 30 روز موند بعدش، بعد 120 سال فوت کرد دیگه اسمش شده مشه خیم. پس این تفاوت روی 30 روز اینجا وجود داره.
شماره کافتت میفرماید دور از همه بچه‌ای که مریض شد و میلاش رو عقب زدن به خاطر بیماریش، صدا نزنن به اون اسم تا اینکه خوب بشه و میلاش کنه. حالا مدیم 30 روز گذشت، هنوز مناسب میلا نشده، راست دارن که پدر برخای تورا میگه و اسمی براش میذارن. یعنی الان شده 30 روزش، هنوز بچه که سالت داره گفتن میلا نمیشه بکنن. خب آقای پدر برخای تورا میخونه و مثلا کاوت میکنه، آقای فلانی آقای ابراهام کاوت کرده برای سلامتی اسحاق فلان مبلغ. خب اسمش میگه شالوم علیکم، یالا یالا بفرمایید بالا. مثلا که صبر میکنن در صورت تا میلا، بعضیا میگن آقا دو ماه سه ماه باشه، اسم نمیذارن تا میلا. و اگر اول زاده و براش پیدیو نبن میگیرن قبل از میلاش، صدا بزنن اون رو در زمان پیدیو نبن، وقتی میخوان پیدیو نبنش کنن، یالا پیدیو نبنش کنن، اسم میذارن براش و بچه میلا نمی کنن او رو، به خاطر اینکه بچه که میلاش نمی کنن به خاطر اینکه برادرش فوت کرده، به خاطر میرا برادرانش متو اخاو فوت کردن، برادرانش به خاطر میرا راست میدن به او اسمی در زمان برخای تورا. یه بار توضیح میدیم، شماره کافتت صفحه 658 توضیحش اینه که اگر خدایی نکرده یه بچه این مریض شد و نتونستن میلاش کنن، اسم گذاری نمی کنن تا وقتی که میلاش کنن. اومدیم دیگه طول کشید شد یه ماهش، چیکار کنه؟ بعضیا پدر برخای تورا میخونه برای سلامتیش هم یه پولی کاوت میکنه و اسمش هم میاره پای تورا، دیگه اینجا اسم گذاری شده، برای میلاش هم دیگه اسمش هم میاره. حالا اومدیم و بعضیا میگن نه آقا، نه ما این رو اسم گذاری نم کنیم تا میلا. بعضی هم اینجوری میکنن. حالا بعضی هم رسم دارن که و اگر که اول زاده پیدیو نبین افتاد، میلا نکردن، پیدیو نبین باید بکنن، گفتن نمیشه میلاش کنیم، خب پیدیو نبین بکنن شب 31، بله اسم گذاری کنن، بله. حالا و بچه رو شالوم برخواه به تو یالا بفهمون اینجا. حالا یه بچه ای میلاش نکردن، چرا؟ به خاطر که برادرانش فوت کردن به خاطر میلا، یعنی خونریزی کرده، خونش بند نیمده و این دوتا برادرش پای میلا فوت کردن، یا بعضی هست میگن ستا بماند و حالا این دیگه میلاش نمی کنن. اسم میذارن باباش یه برخای تورایی میخونه برای سلامتیش کابوت میکنه اسمش میگن. شماره لامت میفرماید تینوخ شنیفتر قدم شقار او لوشم. یه بچه دور از همه فوت کرد قبل از که اسم گذاری کنن روش. خب اسم گذاری میکنن روش، بایستی که اسم بذارن روش. چرا؟ یالا به خاطری که رحم کنن بهش از شما این و زنده بمونه در تخیت همتیم، و زنده بشه در تخیت همتیم اسم میخواد. و اگر اون بچه فوت کرد قبل از 30 روز زایم، قبل از 30 روز از زایمانش، قدیش نمیخونن روش، اشکاوام نمیگن، اولوت هم رفتار نمیکنن روش، تسلی هم نمیدن خویشاونداش. یه بار توضیح میدیم، اگر دور از همه یه بچه متولد شد و قبل از که اسم بذارن روش فوت کرد، اسم میذارن روش و کشم بشرم کنه و تخیت همه تیم زنده بشه. حالا اگه یه بچه قبل از 30 روز از زایمانش فوت کرد، این بچه اولوت نداره برای پدرش، مادرش، برادرش یا خواهرش. چرا؟ چون که یعنی سختی بوده اصلا تو قبل از 30 روز اعتباری بهش نیست. قدیش بله 30 روز قبل از 30 روز از زایمانش، یعنی 25 روزش بوده مرده. حالا چه کار میکنن؟ اولوت داره؟ نه. قدیش داره؟ نه. اشکاوا داره؟ نه. هیچی. اسم میذارن در میان. یه وقت برخای تورا میخونه، یه خدا رحمت کنه، خدا بیامرزه، اسم میاره اسحاق بن ابراهام منوخاتو بگن ادن دقت کاوت کرده. ادامه میدیم صفحه 658 پرق 9 به ایز به چه صورتهایی خیاب نیست که گوش به درف پدرش، یعنی به عبارت دیگه
در چه حالتهایی اجازه میداره که حرف باباش گوش نده. یک، نخلق و پسقیم اختلاف دارن پسقیم که آیا این شیاخ آیا مربوط احترام پدر و مادر در موردی که به نیاز فایده و استفاده پدر نیست، مثلا بهش میگه فلان صحرا نخر، فلان خونه نخر، یا اگر هست در این آیا هست در این میسوای احترام پدر مادر یا نه. دهت نظر اکثر پسخیم اونا که هلاخا میبارن اینه که نیست در این میسوای احترام پدر مادر و اصل هلاخا همینه و خیاب نیست، موظف نیست، میتونه گوش بده ولی موظف نیست که بشنوه حرف پدرش، به خصوص در مکانی که براش رنجه یا اینکه این موضوع سختشه. ولی به طور کلی خودداری نکنه از این که اجرا کنه دستور پدرش و از میدای خسیدوت نیکوکاریست که به هر صورت باید بترسه که تکمیل کنه میل اونها، به خصوص هستن که میگن که اجرا نکردن درخواست والدین این کمبود ترس از اوناست که مثل که داره حرفشون رو رد میکنه. یعنی نیز که در اون میسوای احترام پدر مادر نیست ولی ترس از پدر مادر هست. این بند رو یه بار توضیح میدیم، اختلاف نظر وجود داره بین پسخیم که آیا احترام پدر مادر در مواردی که نیاز فایده و استفاده پدر نیست، آیا ما احترام داریم، دستور داریم که احترام بذاریم حرفشون گوش بدیم یا دستور نداریم. جواب میده، میفرماید که اختلاف نظره. مثلا چی بهش میگه؟ میگه مثلا فلان خونه نخر، فلان مغازه نخر، فلان باغ نخر. حالا خواه چی چیه؟ شما موظف نیستی حرفشون گوش بدی؟ میخوای بخری بخر، به خصوص اگر ناراحت میشی اگه کارو نکنی، سختت، خب گوش نده حرفش. ولی به طور کلی سعی کن، بله بچه ناراحت میشه اگه نخره، اگه کارو نکنه فشار روشه، به طور کلی حرفشون گوش بدی بهتره. میدت خسیدوته یعنی بالاتر از هلاخا، یه که شما ببین سعی کن حرف پدر مادرت گوش بدی، مگر که همطوری که گفتن خلاف تورا میگه، میگه نمیخواد تفیلین ببندی، نه میگه شرمنده، من فهمای شما رو سرمه ولی هم شما باید حرف خدا گوش بدی هم من، شما که نمیتونه رو حرف خدا حرف بزنی. اگه خلاف تورا و دین میگه که میگه شرمنده و ببخشید، ولی اگر نه این خونه اون نخری مغازه اون نخر نکنی بهتره، نکنی گوش بدی حرفش بهتره، به خصوص که یک نظری هست که شما حرفش گوش ندی مغازه رو بخری کی بود آباییم نگذاشتی، ولی ترس وجود داره چون تو حرفش رد کردی. یکی از نکاتی که در توضیح ترس از پدر و مادر مطرحه رد کردن حرف پدره. یعنی اگر شما اینجا نشستی فردا بریم بهشت گم شده، بابات میگه نه بریم غلط، نگو نه نه غلط چیه، وفتا که غلط بودیم، کجا بریم غلط، حرفی جوری نزن به بابات، جوری به بابات حرف بابات رد نکن. مثلا میتونی بگی بابا اگه اجازه بفرمایید دو هفته که غلط بودیم یه هفته بریم بهشت گم شده، اگه اجازه بفرمایید اینجوری بگو، نه 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 بی خود میگی، شما حرف بابات رد نکن. یه هم که بابات میگه این مغازه رو نخر، بعضیا میگن یم بی احترامیه که تو حرفش گوش بی ترسه، ترس رو زیر پا گذاشتی. به هر حال میتونی با راب مشورت کنی، میتونی بپرسی، بالاخره راههایی وجود داره که یک کاری بکنی که اونم ناراحت نشن. مزید اطلاع سروران، ما دو تا دستور در مورد پدر و مادر داریم. یکی ده فرمان به ما میگه کبد اتاوی خوابتی میخوام، احترام بذار پدرت را و مادرت را. بابات که اومد اصلا از دورم که میبینیم از جلوش بلند شد، ای کابوده، این احترام پدر مادر. ولی ما یک دستوری هم داریم به نام بمونی که ایشی ما باویب تیراو، از پدر و مادرت بترس. ما میخوایم ببینیم میشه برای من ترس رو توضیح بدی؟ حالا خواه توضیح میده، میگه جای مخصوص پدرش نشینه،
جای مخصوص باباش تفیلان نخونه، اون جایی که همش باباش اونجا وای میشه لخش میخونه شما نیست. و همطور تو مغازه، جایی که همیشه میشینه باباش مخصوص باباش نشینه. آسوده که حرف پدر مادرش رد کنه. پس رد کردن حرف پدر و مادر بر میگرده به ترس. حالا که باباش میگه فلان مغازه نخر، درست ارتباط مستقیم با پدر نداره، ولی بعضی ها میگن احترام بذار کنار، بحث سر ما ترسه. مگه من به شما نگفتم یکی از دستوراتی که باید فرزند نسبت به پدر اجرا کنه که بترسه از باباش؟ یکی از توضیحات ترس هم یک حرف باباش رد نکنه. الان که میگه فلان مغازه نخواست چرا میخواد داره بخره؟ بعضی ها میگن اینجا داره ترس رو زیر پا میگذاره، بعضی ها میگن به هر حال تا اونجایی که میشه حرفشون گوش بده. اگه میبینه واقعا ضرره، واقعا بده، واقعا بابای اشتباه میکنه، او دیگه مسئله نیست. ولی تا اونجایی که میشه، حتی مغازه هم میگه نخر، تأکید داره گوش بده حرفش. حالا میتونه با راه و مشورت کنه که دیگه پدرش هم ناراحت نکرده باشه. موقعیت ها باید سنجید. شماره یه بت میفهمادیش میشه عمر هست کسی که میگه که اگر پدر دستور داد به بچه به یه موضوعی که برای پدر استفاده مستقیم نداره، ولی اگر بچه اجرا نکنه دستور پدر، برای پدر رنج بزرگیه، به عقیده همه میسوای کیبود آبایم هست. یه نظر وجود داره که آقا مثلا گفته که خونه اون نخره، حالا اگه ای بخره پدر خیلی ناراحت میشه. میگه یه نظر داریم که میگه نه ای بیکابودیه، برنج بابات راضی هستی. بعضی ها میگن به هر صورت مادامی که پدر استفاده مستقیم از این مورد نداره، حتی اگر برایش هم رنج باشه، تو موظف نیستی حرفش گوش بدی. و به نظر میرسه که سخت بگیره، چون نظر اول، یعنی اگر میبینی یک کاریه که بابات خیلی ناراحت میشه، با وجوده که به او هم رفتی نداره و مربوط به خودته، حرفش گوش بده. پای ناراحتی بابات وای نسا. و حقیقتا اگر دستور داد او رو پدرش که با فلان دختر ازدواج نکن، نیست در این میسوای احترام پدر، نیست که پدر ناراحت میشه از این، چون که شیش لبند سرخ نسوی مله، این بچه احتیاج زیاد داره به ازدواج. و اگر این موضوع همچنین او موضوعه که سختشه او بچه بگذره از میلش، خب این دختر دوست داره، دختر خوبی هم هست. اگه دختر خوبی نیست که 100% باید اطاعت کنه، ولی اگر دختر خوبیه، مؤدبه، سنگینه، نجیبه، صدقته، باباش میگه نمیخوام، من خواستگار مامانش بودم بهم ندادن، من چجور بیام توی خونه؟ خب تو خواستگار مامانش بودی، خیلی ها خواستگار خیلی ها بودن، نشده دیگه. حالا من این دخترو میخوام، خوبه، صدقته، چرا من نگیرمش؟ حرف بابایو سنگین نیست، حرف بابایو حساب شده نیست. و نگاه کن بعدن چیزی که نوشتیم بازم در موضوع مخالفت پدر به ازدواج فرزندش. پس اینجا او چیزی که پدر رو بسیار ناراحت میکنه، به نظر میاد که سخت بگیره که حرف باباش رو رد نکنه. ولی مسئله ازدواج ما بعداً بازم توضیح خواهیم داد که مسئله ازدواج اگه پدر مخالفه چی کار باید بکنه. شماره گیمل میگه اگر دستور داد بهش باباش که تویلا نکن در میغوه از ترسه که بچه سرما میخوره، یا دستور داد بهش میلا نکن خودت بچت به خاطری که ممکنه خوب میلا نکنی، چون که این ارتباط مستقیم فایده مستقیم به خود پدر نداره، از اصل دین اینجا دستور احترام پدر مادر نیست. میکل ماقوم اگه میبینه پدر مرس، میکل ماقوم اگه میبینه باباش، میکل ماقوم اگه میبینه که پدرش یا مادرش ناراحت میشن و نگران سلامتیشن اگه تویلا کنه تو زمستان، حرف اونا رو گوش بده، به خاطری که باعث رنجشون نشه. نیز اگر توسط این لازمه که باطل کنه رنج رسمش که تویلا میکنه قبل از تویلا. همچنین این لبن سرخ کلکاخ بازه، همه هم برای بچه لازم داره، تویلا هم نکرد اتفاقی نمیفته. و اگر رفتار کرده این چنین سه بار، درسته که بره اتارا کنه، برای که سه بار
تویلا کرده هر روز و نگفته بلینده که اگر میدونست که باباش میگه تویلا نکن سرده در آب سرد حتما میگفت بلینده بره اتارا کنه و تویلا بخونه بدونه که بره تویلا. و بر طبق منهاگ ما امروز که همه انجام میدن اتارا روز جمعه روش هاشانه و روز کیپور و میسپارن اطلاعیه که هر کاری که ما میکنیم بلینده باشه، بایستی بگیم که اتارا هم نمیخواد ولی خوبه که اتارا کنه. پس اگر باباش میگه تویلا نرو سرده میترسم سرما بخوری، عفه باباش گوش بده و بهتر که اتارا کنه. حالا بعضی هم میگن که چون جمعه کیپور روش هاشانه ما میگی مرکاری میکنیم میناگی میکنیم به اصطلاح بلی ندر باشه، بعضی ها میگن که اشکال نداره ولی با وجودم اینا بهتره که عطارا رو انجام بده و تویلا نکنه، مبادا مادر پدر غصه بخورن نگران بشن یا باعث ناراحتیشون بشه. شماره دالت مینویسه که اگر فرزند رفتار میکنه که سخت بگیره در چندین مورد و این رو از میان سنگینی و سختگیری و خسیدوت انجام میده که خودش مقدس کنه به چیزی که مجازه براش و باباش دستور میده که سخت نگیر در این، از اصل علاقه نیست در این میسوای احترام پدر مادر، و اگر فرزند میخواد اجرا کنه مسائل نیکوکاری یعنی سختتر از علاقه بگیره، باباش میخواد منعش کنه به خاطر اینکه میترسه به کابود خودش، پدره به کابود خودش میترسه توسط که ای کارهای خسیدوت انجام بده، احساس میکنه این بچه میخواد سروری کنه بزرگی کنه برو بمثال این، نباید که بچه خاری بیاره به آسف شلوم رضایت باباش. بنابراین اگه اجرا میکنه مسائل خسیدوت سعی کنه که او رو جلوی باباش انجام نده و با اطلاع باباش نباشه، بره جایی که باباش برخواهی کارا بکنه اون سختگیریاش، مثلا البته که پدرش رو رنج نده و جوابش نده یا رفتار کنه با تندی با سختی ازود، یعنی به شما ربطی نداره من کاری خواستم میکنم، نه آسف شالوم این حرفو نزنید، به خاطر مسائل خزیدوت احتمال داره قبول کنه نفرین آسف شالوم و لعنت تو را گفته لعنت به کسی که پدر مادرش سبک میکنه. چرا بابات سبک میکنی؟ یه چیزی هم که هلاخا سخت نگرفته تو داری بابات سبک میکنی، خوب نیست و به خاطر براخای مسائل خسیدوت ضررش بیشتر از مزدش خواهد بود. یعنی که مواردی که طبق علاقه مجازه و بعضی ها سخت میگیرن خسیدوت میکنن بالاتر از علاقه میگیرن، اگر میبینی که بابات براش بی‌احترامی و سبکیه و مسائلی وجود داره بابات سبک نکن، بابات کوچیک نکن، بارا مشورت کن که چه کار کنی چه کار نکنی. اون کسی که عادت داره که تفیلا بخونه به نسخه سفارادی، باباش میگه تغییر بده تفیلات به نسخه سفاراد، لازم نیست که حرفش گوش بده. ببینید ما سفارادی داریم با سفاراد داریم، این دو نسخه مختلفه و فرق میکنه. حالا باباش میگه به جای سفارادی سفاراد بخون، میگه نمیخواد حرفش گوش بده. واب اگه بچه میخواد تعنیت بگیره، پس گفتیم که اگر فرزند میخواد تعنیت بگیره در روز فوت مادر یا تعنیت روش خودش جمعه روش خودش، والدینش میترسن به سلامتیش و دستور میدن که تعنیت نگیر و ناراحت میشن از این، حرفشون گوش بده. و اگه تعنیت گرفته سه بار تعنیتی که وظیفه نیست، مثلا تعنیت جمعه روش خودش و امثال این، لازمه که عطارا بکنه بر مینهاگ خوبش قبل از اینکه باطل کنه مینهاگش رو و خودداری کنه از این سختگیری مثل رضایت والدینش. یه نفر سه سال پشتره هم اومده جمعه روش خودش ها تعنیت گرفته، حالا باباش میگه نمیخوام تعنیت داری تو برات خوب نیست مریض میشی، میگه چشم، میره عطارا میکنه دیگه هم تعنیت نمیره. اگه بلندر گفته که اصلا اتارام نمیخواد زنگ، کسی که میخواد کلیش رو به یکی از دور اسرائیل نزدیکانش بده و پدرش مانع میشه و پدر ناراحت میشه اگه بخواد کلیه رو بده به آقای ایکس،
بعضی ها میگن آسطوره که کلیش بده تایی که باباش موافقت بده، بعضی ها میگن نه مجاز کلیش بده به قوم و خیشش، به خصوص به بچهش یا به زنش، نیز بدون اجازه باباش. و درستش اینه که اصرار کنه به باباش و توسط ربانیم و تلمید خخامیم که تأثیر بذارن رو باباش که موافقت کنه. بعد از این که در این زمان آخر، یعنی در این زمانی که ما هستیم، خطری نیست این همه در اهدای کلیه و نجات یک جان هم هست، موقعی که راه دیگری نیست، باباش میگه نمیخواد کلیت بدی به فلان کس، میگه که اشکال نداره تو میتونی بدی. البته اولش اختلاف نظره، ولی حلقه چیه؟ حلقه ایه که بعضی ها میگن بده، بعضی ها میگن نده، و درستش چیه؟ باباش راضی کنه. دوتا راوی ها خامی بزرگتر بیارن به باباش بگن بابا عیب نداره، خب یه داره جان یک آدمی نجات میده، خدا محافظشه، خدا نگهدارشه، باباش راضی میکنن که با اجازه باباش کلیش بده، هم خدا راضی، هم باباش راضی، هاشم هم کمکش میکنه. شماره ختم یه که ایشا مبوگرت شیش لو بطن سوا، یک زن سالمندی، یعنی خواهد بگه سنش کم نیست، داره دختری که ازدواج کرده و بیمار شده دور از جماعت به بیماری کلیه و او احتیاج داره به رسیدگی دیالیز، یعنی کلیه مصنوعی، و امکان داره که اون دختر قبول کنه ات ایمال لبتا بت تپل با، یعنی دختر مادرش بیاد کمکش کنه وقتی دیالیز میشه، خیلی دور از اسرائیل خیلی سخته، اون وقت تاریخ یامیم یوتر، یعنی دختره بیشتر عمر میکنه، مادرش بیاد بعد دیالیز دو دست اینه بیاد کمکش کنه. پس امکان که اگر بره تو بیمارستان چند روز تو هفته اونجا کمکش میکنن، ولی این رسیدگی کمتر از جنبه ایکوتیت کیفیت از اون رسیدگی که تو خونه مامانش بهش میکنه، و اون شوهر مخالفه که بیاد مادر زنش به خونش، مجبور نکنه او رو که وارد کنه مادر زنش رو که زندگی کنه تو خونش، و بروزن اینه که یعنی شوهرش رو مجبور نکنه که مامانش بیاد تو خونه خودش که به دخترش برسه، و براده اون زنه که احترام بذاره به میل شوهرش. چی میگه؟ الان توضیح میدیم. اطاعت. خانم لعا مریضه، خانم لعا دور از همه مریضه، دیالیز میشه، اگه بره تو بیمارستان یه هفته بمونه کمکش میکنن، ولی او کمکی که مامانه میکنه تو خونه خودش نیست. حالا خانم لعا میگه مامانش بیاد خونه شون یه هفته دو هفته بمونه که کمک کنه به دخترش. شوهره میگه نه، مامانه تقیم نداره بیاد اینجا، من نمیتونم، من اصول مامانه ندارم. آجر دعوا میشه، مامانت اینجا شهر به پا میکنه، نمیخوام مامانت بیاد. حرفه کی گوش بدیم؟ حرفه شوهر گوش بده. خب برو تو بیمارستان، پرسنل بیمارستان در خدمت تو هستن، شوهر میخواد پول بده، بده دندش کش پول بده، پول بده، زن بره تو بیمارستان، موظف شوهر دور از جون دور از تو اگه زنش که سالت داشت برسش، باشه مادر زنه نیاد چش، پول بده تا بیمارستان یه هفته تو بیمارستان پرستارا بهش برسه، خودت میگی باشه مشکلی نیست. میگه حرف شوهر رو گوش بده، 100% که اینجا رضایت مادر ایه که بیاد و خودش خواهش رو التماس میکنه که بیام، ولی شوهره میگه نمیخوام مامانت بیاد، وگرنه اگر مادره نمیخواد بیاد نمیتونه به مادرش دستور بده که بیا به من برس. ایشاله که همیشه سلامتی و شادی برای همه برقرار باشه و هیچ کس محتاج هیچ کس نشه، و لیهودیم های تا اورا به سینخواه به ساشون بیغار، سلامتی همه بیمارا و تداوم سلامتی برای افراد سالم، موفق و سالم باشید.